حضرت ذوالقرنین که ما و شما اسکندر میگویم، اسکندر، اسکندر مکدونی میگویم، حضرت اسکندر درباره پیغمبرش اختلاف است، اما یکی از دوستهای خدا بود، یکی از عزیزهای خدا بود، در دین خدا بسیار خدمت کرد، تمام روی زمین غلبه کرد و یعنی همه را دعوت کرد به سوی خدا پرستی. یک حکایت میکنند مفسرین از حضرت اسکندر، میگویند اسکندر وقتی که تمام دنیا را از خود کرد، روزی به خود نازی، به خود افتخار کرد، البته را تکبری نکرد، اما کمی در دل او میلی چی پیدا شد؟ افتخار، فخر کردن که دنیا همه در تصرف و در تحت دست من است، دنیا همه من نگاه میکنه، من پادشاه دنیا شده ام. عزیزای خدا میفرمایند که این فعلش در خداوند خوش نآمد، از این کار کرد که یعنی کمی میل کرد که اینقدر دنیا را من در تحت اختیار خود دارم، از این کارش خدا را خوش نآمد. رب العالمین میگه یکی از ملائکه ها را به صورت انسان فرستاد، گفت برا به سوی ذوالقرنین، به سوی اسکندر خبر کن که این کاری کرده ساده است، کار خوبی نیست، دعوای پادشاهی عالم نکن، این عالم صاحب دارد، عالم احتیاج به پادشاه ندارد، همه پادشاه های دنیا آخر از دنیا می روند، به دنیا دل مبند ایار که دنیا زار می ماند، همه کس می رود یک خالقی جبار می ماند. میگه این ملائکه به صورت انسان آمد، راهی که حضرت اسکندر میگه هروده گذشت داشت، حضرت میگه به شهر دعوت کردن همچون مهمانی، وقتی میگه این ملائکه به جسم و صورت انسان در سر راه، در بین راه میگه یک جای گرمی بالا یک سنگ نشست، حضرت اسکندر بسیار عادل بود، ذوالقرنین دید که یک پیرمرد در بالا یک سنگ در گرمی آفتاب نشسته است، حضرت نست آیسته آیسته نزدش آمد و ای پدر بزرگوار، ای پیرمرد، ای موسفید، شما در این گرمی در بالای سنگ نشسته، یکان مشکلی داره، یکان حاجت، یکان وزبینی با بالای شما را آمده است. این ملائکه میگه به سوی حضرت اسکندر، گفت نه یکان حاجتی ندارم، من یک مردی مسافر هستم، کم اینجا دم میگیرم پسی سفر رو میشوم، کم اینجا میستم که از سفر ما دوام میدیم. حضرت اسکندر گذشت رفت، اون شهر دعوتش کردن، دو روز در او جمان، دو روز پس میگه بازگشت کرد، آمد دید که همون پیرمرد در همون جای نشسته بود نشسته است، از جاش نجنبیده است، جای نرفته است. بعد از آن میگه حضرت نزدش آمد، او پدر گفت ای پیرمرد، ای موسفه، یک انسان به عذر، به درد و به بلا دو روز در یه جا نمیشیند، تو چی کمبودی داره، چی یعنی نارسایی داره، چی حاجت داره، حاجت برای من بگو، من پادشاه، عالم همه در اختیار من است. ذوالقرنین فهمیدی؟ اسکندر فهمیدی؟ من اسکندر هستم، پادشاه دنیا هستم. این ملائکه بعد از آن بسوش گفت پادشاه دنیا هستی؟ گفت بله پادشاه دنیا هستم. وقتی پادشاه دنیا باشی گفت من سال رفته شدم، مسافر شدم، و همین بالای سنگ همین گرمی نشسته هستم، همین پشه ها من غم میدیم، همین پشه ها را بگو غمون نتیم، همین که خدمت که فرزندم گفت پسرم هم که خدمت کنیم پشه ها من غم نتیم. حضرت اسکندر میگه وجود چه لرزه فرا گیریم، فهمید که چی سیر چی حکمتی هست. بعد از آن گفت پدر بزرگوار، گفت تو میدانه که یکان پشه گفت انسان نمیگیره، به چی خاطر این سخن برای من گفتی؟ گفت فرزندم، گفت تو دعوا کردی که پادشاه عالم هستم، وقتی پادشاه عالم باشه باید پشه از همه میده ترین موجودات است، باید تو را اطاعت کنه، گوش کنه، وقتی پشه تو را گوش نمیکنه تو چی دعوای پادشاهی میکنی؟ حضرت میگه دو زانه در پیش پیرمرد به زانو زد، گفت پدر بزرگوار راست شد، بگو سخنهای تو اصل داره، گفت بله فرزندم، من ملائکه هستم، نماینده خداوند، این دعوا را نکن، میلی تکبری نداشت، میلی خودبینی نداشت، نداشته باش، عالم به چنان صاحب اداره که پشه هم گوشش میکنه، مرچه هم گوشش میکنه، تمام مخلوقات و موجودات دنیا
در اطاعت او هستند. الله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه از الله هست. ولله جنود السماوات و الارض، همه موجودات های دنیا و یعنی زمین و آسمان همه چی هستند، اینها اطاعتگر و مطیع پروردگار هستند. به این خاطر ما و شما برادران عزیز بزرگوار باید که میل به سوی کبر و غرور نداشته باشیم، چون که کبر و غرور در شریعت اسلام حکمش حرام است.